با عرض دود و عدب خدمت شما هموطنان عزیز و عرجمانده هر روز نقشی میزند حکومت اسلامی نقشی برای این چند سباهی شاید شاید بیشتر بماند تقریبا حکومت دریافته است که چاره ای جز پایان بخشیدن به این دوران تاریک و سیاه ندارد حالا فرمانده سپاه قدس بگوید که رهبری جهان اسلام با حکومت اسلامی است و یا تهدید کند که ما وارد خاک پاکستان می شویم به دنبال ربایندگان مرزداران ایرانی اما مسائل دیگری که در آنجا پیش می آید اگر زیر ذره بین قرار گیرد اگر با نگاهی عمیق‌تر به آن نگریسته شود روشن می کند که حکومت اسلامی سرگیجه گرفته است سردرگم شده است و نمیداند که برای ماندگاری چه باید بکند بگذریم از این گفتگوهای اتمی که روز به روز عقب نشینی بیشتری می کند تا جایی که میگویند این گفتگوها سخت است و راهی دراز در پیش داریم چرا که کم کم از مسائل اتمی رسیده ایم به مسئله موشک های دور برد اینها مطرح نیست مطرح این است که آقای خامنه ای فراموش کرده است که بزرگترین پشتیبان آقای خمینی بازاریان بودند کدام دست از بازاریان آنها که از کنترل قیمت ها عصبانی بودند آنها که از قانون حمایت خانواده که اجازه نمیداد مرد چند زن داشته باشد و یا بدون رضایت بانوی اول زن دیگری را به خانه بیاورد عصبانی بودند بازاری هایی که با هزار تقلب نمیخواستند مالیات بدهند از زیر دادن مالیات در میرفتند همین ها بودند که چمدان چمدان پول برای آقای خمینی به پاریس فرستادند بی آنکه بدانند آقای کارتر پیشاپیش چه رقم بزرگی را برای سرنگونی حکومت ایران در اختیار آقای خمینی قرار داده است آقای خامنه ای آمده است از اقتصاد جدیدی سخن میگوید اقتصاد مقاومت اقتصاد اینکه ما باید نوع تازه از اقتصاد را در ایران داشته باشیم که اقتصاد مقاومتی است. یعنی در برابر آمریکا باید ما مقاومت کنیم در چه زمانی حرف را میزند در زمانی که آقای روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی معتقد است که با این مذاکرات اتمی ما تحریم ها را برمیداریم اگر قرار است تحریم ها برداشته شود اقتصاد مقاومتی چه معنایی دارد حالا بازاریان متوجه شدند که آقای خامنه ای قصد دارد که جلوی این گرانی روز افسون را بگیرد تا شاید شاید اندکی رضایت مردم را جلب کند احتمالا میخواهد به بازاری ها بگوید که شما در طول سی و سال گذشته میلیاردها دلار روی هم انباشته ساخته اید به گونه ای که خانه های شما در گوش و کنار شهر روی نشریات خارجی قرار میگیرد نشریات خارجی صفحاتی را اختصاص می دهند به خانه های ثروتمندان ایرانی در آن برج میلاد شب های اسلامی برگزار می شود که تنه نمیزند به شب شب ها هزار و یک شب به افسانه های هزار و یک شب طبیعی است که بازاری ها معنای اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد از این دست و قبیل یا کنترل قیمت ها را نمیپذیرند آنها بعد از نظام گذشته عادت کردهاند که هر کالایی را هر روز به هر قیمتی که مایلند به مردمی که دستشون به دهانشان نمی رسد، بفروشند این چنین است که گرانی بیداد می در چه زمانی آقای خامنه این را ایراد می در زمانی که رسما یک سازمان بین المللی که شناخت شده ترین سازمان اقتصادی دنیا میگوید اقتصاد حکومت اسلامی رو به فروپاشی مطلق می یعنی چیزی که در بنگلادش هم نمی‌تواند اتفاق بیفتد در کشورهای افریقایی هم نمیتواند اتفاق بیفتد و مسئله دیگر این که درست است که بخشی از تحریم ها را برداشتند اما شرکت های بیمه حاضر نیستند که نفت کشورها را بیمه کنند چون نمیدانند پشتش چه اتفاق بیفتد سخنگوی شش قدرت جهانی اعلام می کند که گفتگوهای ما درست است که در فضای خوبی پیش می دود. اما مسائلی که مطرح است یکی از سختترین مسائلی است که بین حکومت اسلامی و شش قدرت جهانی مطرح می شود در کنار این ماجراها ماجراهای بین المللی مطرح است که به نحوی از آنها پای حکومت اسلامی در میان است مانند سوریه در سوریه آقای اوباما دارد کم کم و به تدریج آماده می شود بعد از شکستی که از آقای پوتین خورد آماده مداخله نظامی می شود منتها طبق معمول از محدود کردن پروازها یا بستن فضای سوریه سخن می گوید طبیعی است که روسیه تهدید می کند در مقابل آمریکا در واقع روسیه را در اوکراین به تله انداخته است به طوری که در قضیه اوکراین ادهی همین حالا کشته شده در تظاهرات به گونه ای که رئیس جمهور اوکراین اختار می کند که این معترضان دارد از خط قرمز عبور می بازی‌های بازی های بین المللی ولی عهد انگلستان می رود به عربستان سعودی لباس عربی میپوشد و در رقص شمشیر عربستان سعودی شروع به رقصیدن می کند میان عراق ولی انگلستان اینها نشان میدهد که رقابت های بین المللی در اطراف منطقه خاورمیانه روز به روز بیشتر، سختتر و سهمگینتر می شود در حالی که در داخل ایران فعلا همه حواسا متوجه مسائل اتمی است. بله ولی عهد انگلستان است که لباس تمام ایار عربی پوشیده است و در آنجا با عربا میرقصد. این را ساده تلقی نکنید این کشاکشی است بین آمریکا و انگلستان بر سر منطقه خاور وقتی که وزیر امور خارجه آمریکا می رود به عربستان تا بنشیند و عربستان را رو روشن کند که ما امتیاز نداده ایم به حکومت اسلامی بلکه حکومت اسلامی را مجبور به تسلیم کرده ایم ولی عهد انگلستان نیز در آنجا پیدا می شود روسیه را میدانید بعد از اون که همه کمونیست هایی که طرفدار آقای خمینی بودن اعدام شدن نابود شدن دست دسته به زندان رفتن نه فقط کمونیست ها همه آن کسانی که از آقای خمینی در سال 57 حمایت میکردند همان کمونیست هایی که ظاهرا لباس مسلمانی بر تن کرده بودند و سفارت آمریکا را اشغال کردند روس ها دوباره دنبال جای پایی هستند مثل اواخر سلطنت محمد زاشا که تقریبا کمونیست در همه جا نفوذ کرده بودند و همین نفوذ موجب شده بود که آمریکا به فکر بیفتد این مسائل را کنار هم که قرار می دهید به این نتیجه می رسید که حکومت اسلامی ناگزیر است هر روز رنگی تازه بزنند نقشی تازه بازی کنند بلکه بتواند چند سباهی بیشتر بماند در حالی که می داند که سرنوشت نهایی حکومت اسلامی دفت شدن است دفت شدن برای همیشه است همانگونه که پیشا پیش پادشاه فقید گفته بود من که می دین مردم ایران از بین خواهد رفت کمان که اکنون مردم ایران پشت به اسلام کردن تا جایی که خود آخوندها بر منابر اعلام میکنن که اگر ورق برگردد ما را زنده نمی تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به عزت میکنی کنم